6 ماه پیش که تصمیم گرفتیم به رضا پهلوی حمله کنیم، اون روز فکر میکردیم که آیا باید به مجاهدین خلق هم حمله کنیم یا نه. همانند نادرشاه افشار با یکی صلح کردیم، به دیگری از قوای اون استفاده کردیم و حمله کردیم. رسانه‌ای بود که وقتی بهش گفتیم شما خر خودمونی، خیلی ناراحت شد. به همین خاطر از فردای اون روز ما تصمیم گرفتیم که او دیگر خر ما نباشد. ما او را آزاد کردیم. اما وقتی که گفتیم تو از امروز خر آزاد هستی، یک چیز رو بهش گوش زد کردیم و اون این بود که چه خر آزاد باشی و چه خر اسیر، بدون خر هستی حتی اگر به دانشگاه بروی. و فراموش نکن داستان مولانا رو که آواز خر و رقص شتر. حال نوبت رقص شتر ما رسیده است. براستی قضیه دراویش گنابادی چه بود؟ براستی راز قتل هاشمی رفسنجانی در کدام صفحه واقعی نهفته است؟ براستی چرا ما به رضا پهلوی زودتر حمله کردیم تا مجاهدین خلق؟ براستی کدام اپوزیسیون ها، رسانه ها و آدم ها مهره های مجاهدین خلق یا سلطنت طلب ها هستند؟ و براستی چرا تنها راه نجات ریستارت است؟ و چرا ریستارتی ها هزاران نفر بر روی دیوارها نوشتند و فریاد زدند نه شاه نه خمینی، خدا میهن حسینی؟ مگر در حسینی چه دیده بودند؟ ویلکم تو سه برنامه آخر شب بخیران تا نود. ویلکم تو قطار ریستارت که حالا نوبت کیست که باید از این قطار پیاده کند؟ به قول ملدوان سه گلوله آخر، یعنی برنامه 88، 89 و 90 شب بخیر ایران، سه گلوله آخر به انتقام مادر یعنی وطنت. من جاسوس ملت ایرانم. به تلفن‌هایی که اپوزیسیون‌ها به من میزنید توجه نکنید. اونجا من هرچی دلم بخواد میگم تا توی احمق اسرارتو بیشتر فاش کنی تا من برای مردم توضیح بدم. خوش آمدید به شب بخیر ایران 88. چقدر آشناست. به جوشه خلق به خروشه داره تماشا خوزه رو پای صادق و کاسه شهر بنایه جملگی رسوان
چند ماه پیش برای ریستارتی ها توضیح دادیم که به حرفای من توجه نکنید، چون در فضای سیاسی این حرکت ها حرکت هایی است که به دلیل اینکه ما از نظر مادی و رسانی بسیار ضعیف هستیم مجبوریم که موجهایی رو که تولید میکنیم هدایت کرده و یا موجهایی که تولید میشه و روی آن سوار بشیم و حرکت کنیم. ما به ریستارتی ها ماهی هیچ وقت ندادیم، ما ماهیگیری را به آنها یاد دادیم، زیرا که آنها خودشون باهوش بودن و اصلا کسی جذب برنامه ریستارت نمیشود مگر اینکه حتما و 100% باید باهوش باشد، وگرنه نمیتونه داستان مولوی و سعدی و حافظ فردوسی و خیام و عزیز الدین نصفی و شیخ بهایی و خیلی های دیگر رو بفهمه. روزی که تصمیم گرفتیم به رضا پهلوی حمله کنیم، من دو گزینه روی میزم بیشتر نبود، ابتدا به رضا پهلوی حمله کنیم یا ابتدا به مجاهدین خلق حمله کنیم. اون روز که داشتم به این موضوع فکر میکردم چند اتفاق عجیبم افتاده بود. یکی اینکه شبکه من و تو رسمن به ما حمله کرده بود، شبکه من و تویی که بیش از چند صد میلیون دلار خرج کرده بود و شدیداً از سلطنت طلبها دفاع میکرد، یعنی در اصل اعلام جنگ از طرف سلطنت طلبها به ما شده بود و در رسانه های مجازی هم به ما حمله میکردن. اما باز هم دلیل اصلیش این نبود. بیشتر تلاش کردم که فکر کنم که ببینم ابتدا از این قطار ریستارت کدوم را به پایین پرتاب کنیم. خب چند تا مشکل داشتیم، پول نداشتیم، رسانه نداشتیم، لابی در کشورها نداشتیم، تنها چیزی که داشتیم یه دل بود و میلیون‌ها دلی که یک پارچه در داخل کشور فریاد ریستارت ریستارت می‌زدن. اما بالعکس مجاهدین و رضا پهلوی میلیون‌ها دلار پول داشتن، بیش از 20 رسانه بزرگی داشتن، لابی های بسیار قوی داشتن و اگر خیلی راحت شبکه من و تو، رادیو فردا، وایس آف آمریکا، بی بی سی و چند تا جغل جدیدا یا قدیما رو با هم جمع بزنید، اصلا کاری به وبسایت ها و اینا نداریم، عدداشو با هم جمع بزنید، چیزی حدود 2-3 میلیارد دلار پول پشت این دو گروه موجود بود. یعنی تمام این رسانه ها کلن دو گروه رو تبلیغ می کردن، مجاهدین خلق و رضا پهلوی. دقیقا برعکس ما که تمام این رسانه ها ما رو بایکوت می کردن. و اگر تو یه شنونده یک ثانیه فکر کنی، اونها میلیاردها دلار پول، قدرت، رسانه، هزاران وبسایت دارن و اپوزیسیون ریستارت هیچی نداره. و برای این اپوزیسیون ریستارت که دست خالیه، انتخاب بین مجاهدین و رضا پهلوی که کدوم رو اول از قطار پیاده کنه بسیار سخت و به کدام یک ابتدا حمله کنیم بسیار سخت‌تر و اینکه با دست خالی قرار چجوری اینا رو شکست بدیم خیلی بیشتر سخت‌تر است. و فراموش نکنیم که مجاهدین و رضا پهلوی دو وجهه کاملا متفاوتن. پس تا اینجا متوجه شدیم که سلطنت طلبها با ما حمله کرده بودن، اما هنوز مجاهدین به ما حمله نکرده بودن. اما دلیل اصلی حمله ما به رضا پهلوی حمله شبکه من و تو یا طرفداراش در صفحه مجازی نبود. دلیل اصلیش این بود که
مجاهدین خلق نگرش براندازی داشتن و بسیار منفور بودن در داخل کشور، به همین خاطر کودتایی با مجاهدین خلق در داخل کشور شکل نمیتونست بگیره. اما رضا پهلوی میتونست با اندک طرفداری که داره، با همراهی جمهوری اسلامی ایران، در اصل به نوعی کودتا تولید کنه. اگر رضا پهلوی میتونست با سپاه پاسداران کودتایی رو که طرحش هاشمی رفسنجانی داده بود عملی کنه و به حکومت میرسید، یعنی پادشاهی پارلمانی تولید میشد، یعنی یک آخونده پادشاهی پارلمانی جمهوری اسلامی میرفت و یک آخونده کرواتی پادشاهی پارلمانی رضا پهلوی میومد، اون وقت بدنه سپاه دزدها سر جاشون میموندن و فقط پوسته نظام عوض میشد، یعنی مردم شدیداً ضرر میکنن، قاتلها، دزدها، همه با هم با حضور رضا پهلوی میموندن، یعنی بدنه اصلی نظام که خیانت کرد کرسال میموند. اما از اون طرف اگر مجاهدین میومدن به یک گروه اینا که در از سپاه پاسدارانی هستن حمله میکردن به خاطر اتفاقاتی که در گذشته باهاشون داشتن، حداقل یک گروه از اینا کشته میشد. یعنی با حضور رضا پهلوی کل نظام میموند و با حضور مجاهدین 80% نظام میموند، 20%ش اقلا اینا میکشتن به خاطر دشمنی دیرینه که داشتن، یعنی هر دوتاشون توسط روسا و با نگرش تاچریسم وارد شده بودند. این هم خودش دلیلی بود که ما به 100% حمله کنیم تا به 80% مجاهدین خلق. دلیل دیگه این که مجاهدین منفور بودن که رضا پهلوی زیاد منفور نبود، ولی خب رضا پهلوی لابی ضعیف داشت و استعدادم کمتر از مجاهدین خلق، اما مجاهدین خلق باهوش بودن، سازماندهی داشتن و اگر ما ابتدا به مجاهدین خلق حمله میکردیم، احتمال این که برنامه‌های شب بخیر ایران اینجوری پخش بشه بسیار کم بود. الان شب بخیر ایران‌ها خیلی‌هاشون بالای 2 میلیون دانلود شده فقط، حالا یعنی بالای 15-16 میلیون شنونده داشته. مثل همین برنامه لیدر کیه که فکر کنم 2 خورده‌ای دانلود شده. به هر حال اگه ما به اون اول حمله می‌کردیم، موفقیت سیاسی اپوزیسیون ریستارت با این زمان بسیار کمی که داشتیم کمتر میشد، چون اونها در دنیای مجازی و لابیگری بسیار قوی هستن، کمان که همین الان هم که ما دیگه قدرتمندیم و رومیز ترامپیم، اما اونها در جمهوری خواها و در دموکرات ها مهره هایی دارن که میتونن برای ما یه حرکت هایی بکنن که ما رو بگیرن یا صفحات مجازی ما رو هک کنن و این توان مالی رو دارن، کمان این که اینستاگرام من اون جمهوری اسلامی هک نکرد. یکی از رازهایی که باید شما بدونید، چون توی پوکر روباز من قراره که همه چیز رو برای بچه های ریستارت توضیح بدم و اونها باید بدونن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته و اینستاگرام ما رو در اصل مجاهدین خلق هک کردن. اما کمکان من سکوت میکردم. دلیل سکوتم این بود که همانند نادرشاه افشار تصمیم گرفتم که با مجاهدین فعلا حمله نکنم، از نیروهای اونها استفاده کنم، رسانه های اونها رو خر خودمون فرض کنم، روی اونها بنویسم چه حرکت هایی باید انجام بدن و با کشمکش ها براینده نیروهای موجود بین اونها حرکتی رو انجام بدم که اولین دشمن اصلی ملت ایران، یعنی کسی که میخواد کودتا کنه و با سپاه ریخته رو هم و احتمال ورودش به ایران بیشتره در لحظه تغییر رژیم ایران، با اون حمله کنیم و کلن این دشمن شماره 1 رو فعلا حذفش کنیم. یکی از دلایل نگرشی من این بود. بهار رضا پهلوی رو 7-8 بار بهش حمله کردیم و به مردم ایران هم در چند تا جمله بسیار ساده فهموندیم، نشونش این بود که حتی اگه جنازه رضا شاه کبیر رو هم که پیدا کردن که رضا شاه مال ماه نه مال خانواده پهلوی، اما فقط 6 نفر با فراخوان هزاران وبسایت و روزنامه‌های خبری و جمهوری اسلامی و اینها، 6-7 نفر، بعضی ها میگن 9 نفر، حالا من نمیخوام بین 6 نفر یا 9 نفر بحث کنم، 9 نفر بیشتر وارد
اون مکان جنازه نشدن. حتی شما خودت هم میدونی، حتی اگر یه جنازه الان توی ایران پیدا کنی پرت کنی وسط خیابون، حداقل 15 نفر جمع میشن چی شده؟ برای رضا شاه 6 نفر هم جمع نشد. این نشونگر قدرت ریستارت بود و تخریبی که صدها هزار ریستارتی همزمان در صفحات مجازیشون انجام دادن و نیروی هوایی ریستارت که واقعا قوی ترین نیرو در طول این تاریخ تولید صفحات مجازی، یعنی کامپیوتر اینترنت میشه گفت قوی ترین نیروست و با دلشون کار میکنن، بدون پول دارن این کار انجام میدن، اونا تونستن این حرکت رو انجام بدن. ما به رضا پهلوی و 300-400 هزار طرفدارش در داخل و خارج از کشور که بیشترشون هم سنشون بالا بود حمله کردیم. و فراموش نکنیم که حدود 120 هزار تا طرفدار فیک رضا پهلوی در صفحه مجازی داره، چون اون سنهای بالا که اصلا صفحه مجازی ندارن، خیلی کم توشون هستن، و این 100 و خورده هزار تای فیکشون بیشتر از طرف سپاه پاسداران هستن و فیکن، یعنی عکس ندارن، میان فوش میدن، اصلا هیچ عکسی ندارن. ما الان عکساشو داریم، همه هم میدونن، اونایی که در خارج کشورن این موضوع کاملا میدونن، همه مثلا یه دونه فالوور دارن خودشونن و عکس هم ندارن، یا عکس یه دختر گذاشتن و هنرپیشه هندی گذاشتن، مثلا هنرپیشه مثلا ایتالیایی گذاشتن و خودشونن فقط. به هر حال زیاد مهم نیست. ما به رضا پهلوی حمله کرد در اون تاریخ و حتی شبکه رسانه‌ای به نام آمد نیوز بود که هنوز مال مکانی نبود، یعنی اینکه تو اون دو ماه اولی که ما به رضا پهلوی حمله کردیم، آمد نیوز با 250-200 هزار نفر عضو داشت که حدود مثلا هنوزم پول نداده بود که از چین و هند و اینا بهش اضافه بشه و هنوزم چپ آمد نیوز باز نشده بود، هرچند که میدونست داره چی کار میکنه ولی هنوز باز نشده، مثل شبکه جم که بعد از مدتی باز شد، مثل من و تو که بعد از مدتی باز شد، اینا هم باز نشده بود که حالا ادامه توضیح میدم. کاری نداریم، رسیدیم به جایی که آمد نیوز تغییر شخصیت داد. راز بسیار مهمی که شما باید بدونید اینه که آمد نیوز مال کجاست و از کجا داره ارتزاق میگیره و هدفش چیه. اینو تو 4-5 دقیقه توضیح بدم، چون خیلی ها سوال کردید و من اون موقع نمیتونستم جواب بدم، چون من آمد نیوز رو به نوعی پیچونده بودم و بهش گفته بودم رسما خر خودمونی. این مثالی بود برای اینکه مجبور بودم که ازش استفاده کنم و اسخارش رو باید میکشیدم بیرون. به همین خاطر بعضی از شما یه ساعتی هم که مسیج میدونی جوابتون نمیدادم. دلیلش این بود که نمیخواستم این موضوع فاش بشه، تا زمانی که اینها سوددهی برای ما داشتن باید این مسیر خودشونو ادامه میدن و بار ما رو به منزل میرسوندن. حالا از چند روز پیش که آزادشون کردیم ببینیم بار چه کسانی رو میبرن یا نمیبرن، به ما ربطی نداره. آمد نیوز بعد از مدت 2-3 ماه خیلی ها فکر کردن که مال سپاهه، بعضی ها فکر کردن که مال فلانجای مال فلانجای، ولی خب از همون روز اول من موضوع رو میدونستم، به دلایلی که اولا که اسرار رو از خودشون شنیده بودم، دوم این که پشت تلفن گولشون میذارم که حرفاشون رو بزنن بخردانه تا جذبش کنم که وقتی جاسوس شما هستم ملت ایران بتونم توضیح بدم. اونا واقعا تلاش میکردن که به من بفهمونن که ما ریستارتیم. بعد از مدتی یواش یواش فهموندن که آره تو حرف بد زدی و دیگه ما دیگه ریستارتی نیستیم و ما سلطنت طلبیم. درود بر رضا پهلوی، درود. از این کارا میکردنش یواش یواش تلاش میکنن که به من بفهمونن که آقا ما به سمت رضا پهلوی داریم حرکت میکنیم. لابی هایی هم داشتن که اینا 24 ساعته 20 بار به من زنگ میزدن مراقب این باش، این داره میره سمت رضا پهلوی. خلاصه تمام پلنشون رو چیده بودن که یه جوری به من بفهمونن ما داریم میریم سمت رضا پهلوی، چون بعدن میخواستن کاری کنن. منم کاملا موضوع رو میدونستم، من میدونستم که اینها به سمت رضا پهلوی نمیتونن برن، زیرا که اینها مستقیما به سپاه پاسداران دارن فوش میدن و سپاه و رضا پهلوی دستشون تو یک کاسه است. نمیتونن با رضا پهلوی باشن ولی به سپاه فوش بدن، مگر اینکه مال یک گروه دیگری باشن که دارن زیر و رو میکشن. به سادگی هم
میشد فهمید. زیرا کسانی که طرفدار رضا پهلوی‌اند حتما در مقابل سپاه طبق حرفای خود رضا پهلوی و اسنادی که موجوده، یعنی با سپاه خوبه، نباید به سپاه حمله کنن. اینجا سوال است که پس آمد نیوز مال کجاست؟ چرا به سپاه حمله میکنه؟ هدفش چیه؟ اونها نمیدونستن، من میدونم. اما من میدونستم. رسانه آمد نیوز رسانه مجاهدین خلق بود و انقدر احمق بود که فکر میکرد که با تبلیغ رضا پهلوی در صفش من به سادگی گول میخورم که اینها چرخش قهرمانانه یا نرمش قهرمانانه به سمت رضا پهلوی کرد. اونجا بود که مجبور شدم سکوت کنم، چون خوب خری پیدا کرده بودم، خری که میتوانست حداقل یکی از اهداف ما را به مقصد برساند. و اگر یادتون باشه آمد نیوز وقتی ما بهش گفتیم شما خر مایید، اونها رفتن اینو پروموت کردن که منظور حسینی میگه کل رسانه ها خر منن. ما اصلا هم چه حرفی نزدیم. ما گفتیم هر رسانه‌ای که مستقل و صادقانه برای مردمش زحمت میکشه رسانه معتبره، در غیر این صورت قطعا خرمون میشه. ما اصلا بدون تلاش واقعا داریم توی مراتع حرکت میکنیم، ناخودآگاه یه خر میبینیم، کاریش نمیتونیم بکنیم. منظور ما به کل رسانه ها نیست، هر رسانه ای که برای مملکتی زحمت میکشه ما دوستش داریم. در غیر این صورت قطعا باید خر یکی باشه. اگه مال مردم ایران نیست، پس خر کیه؟ یا خر مجاهدین، یا باید خر سلطنت طلبها باشه، یا خر جناح چپ باشه، یا خر اصلاح طلبها باشه، یا خر ما باشه، چه فرقی میکنه؟ خر خر دیگه، باید یکی سوار شه دیگه. ناراحت شده و دروغ به دروغ گفت. حسینی گفت همه رسانه آخر خودمونن و یا خیلی چیزهای دیگه. اما بیشترین نکته‌ای که توش بود این بود که بجز این که من میدونستم آمد نیوز مال مجاهدین خلقه، یه چیز دیگه هم میدونستم و اون این که آمد نیوز دستش با یک گروه کوچک دیگری در وزارت اطلاعات، نه وزارت اطلاعات سپاه بلکه وزارت اطلاعات کشور، توی کاسه است. اینم راز دومی بود که من از آمد نیوز میدونستم. پس چرا به سپاه حمله میکنه؟ چون طرفدار وزارت اطلاعات و دولت اصلاحات، نگرش اصلاح طلبی داره، یعنی فضاش فضای اطلاعاتیه. و چرا مجاهدین خلقیه؟ چون به سپاه داره حمله میکنه و سپاه پاسداران در اصل با مجاهدین خلق به خون هم تشنه. پس یه رازی اینجا باز میشه، چرا باید آمد نیوز با مجاهدین خلق کار کنه؟ آمد نیوزی که داره با اطلاعات کار میکنه و به سپاه فوش میده. دلیل این که با مجاهدین باید کار کنه چیه؟ به دلیل این که اصلا طالقانی، منتظری، اصلاح طلبها اصلا و ابدا از مجاهدین خلق نفرت ندارن. اصلا طالقانی مظهر تفکر مجاهدین خلقه، منتظری مجاهدین خلق رو نجات داده. یعنی به عبارتی لایه ای از وزارت اطلاعات اصلاح طلبن. پس اصلاح طلب ها با مجاهدین خلق اصلا مشکلی ندارن، چون میدونن اگر حکومت بیفته دست مجاهدین خلق، مجاهدین خلق بلند میشه میره کیهانی ها رو میکشه، سپاهی ها رو میکشه، اصلا با اصلاح طلب ها مشکل نداره. راز مهمتری که شما مردم نمیدونین اینه که 70% اصلاح طلبها مجاهدین خلق جدا شده از اصولگراها هستند. یعنی حکومت رو اول مجاهدین و خامنه ای و سپاه گرفتن، با هم درگیر شدن. یه عده ای از مجاهدین فرار کردن از کشور، عده دیگری هم شدن اصلاح طلب. که در شب بخیر ایرانهای قبلی گفتم راجع به این موضوع در برنامه 89 راز رو کامل تر براتون باز خواهم کرد.
به هر حال ببینیم چه لایه‌های عمیق سیاسی این وسط پیدا میشه. چرا رسانه‌های بی بی سی و تمام رسانه‌های وایس آف آمریکا و من و تو دارن دو گروه رو پروموت میکنن؟ یک گروه محکم پشت رضا پهلوی، یک گروه محکم پشت مجاهدین خلق، و یه سری رسانه هم به اینا ماچ میدن هم به اونا که هرچی اومد بالا بمونن. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه این دوتا توی ایران قدرت دارن همین الان. یکیشون اصلاح طلب هاست، با اصلاح طلب ها دوسته، یکیشون با سپاه دوسته. هموطن، رازای هنگفت اینجاها دیده میشه. به هر حال سکوت بسیار زیبای ما و خریت بسیار زیباتر اونها آنها را به این فکر واداش که به به ما گول خورده ایم. و دقیقا برعکس ای بود، آنها نفهمیدن که نفهمیدن. ما الان میخواییم تلاش کنیم تا این فرمول رو برای شما باز کنیم، ببینیم در صفحه سیاسی داخل کشور اصلا چه خبره و چه چیزایی هست. میخواییم بینش سیاسی مردم رو شما ریستارتی‌ها با این برنامه بریم براشون توضیح بدید، ببرید بالا که بدونن ما با اصلا کلن چرا دو اپوزیسیونی که 40-50 سال تو ایران بودن، جنگ کردن، دعوا کردن، اصلا تو لای این سیستم بودن، رضا پهلوی حکومت دستشون بوده، چرا باید رسانه‌های خارج دوباره این دوتا رو پروموت کنن؟ چرا باید اصلا این کار رو بکنن؟ و اینا چگونه با چه لایه‌هایی در داخل نظام رفیقن و دستشون توی کاسه است؟ اینا خیلی نکات مهمیه. توی خط بسیار ساده مستقیم الخط یک نواخت، سپاه با رضا پهلوی، وزارت اطلاعات با مجاهدین خلق. راحت تر توضیح بدم، اصلاح طلبا مجاهدین رو دوست دارن بیاد که پدر اصولگراها رو در بیاره، اصولگراها و سپاه میخوان رضا پهلوی بیاد که قدرتی که دستشون هست هنوز بمونه و اصلاح طلبایی که بایکوت شده هنوز بایکوت بمونن. از چند سال پیش جمهوری اسلامی شروع کرد در فیلم های سینمایی اسمای مجاهدین رو آوردن و به نوعی ارزم از شما راجبشون فیلم ساختن. اگه شما سرچ کنیم میبینید که فیلم هایی برای مجاهدین خلق ساخته شده از طرف جمهوری اسلامی، یعنی اسم اینا رو پروموت کرد. وسط مثلا سریال پربیننده شهرزاد فصل اول از مجاهدین، اون دختره مجاهده، وای وای وای، یا فیلم سینمایی سیانور یا برنگ ارغوان و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. برو نگاه کن، رو سرچ کن، به سادگی میبینی جمهوری اسلامی گروهی که مال وزارت اطلاعاتن دارن اینا رو تبلیغ میکنن. نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد که تو این فیلم ها یه جوری نشون بده که اگه با هم صلح باشیم و با هم دوست باشیم و بیایم حالا گذشته رو فراموش کنیم. و یعنی نتیجه فیلم بود که آقا یکی دو تا از سران مجاهدین کثافت و لجنن، ولی بقیه‌شون آدمای خوبی هستن، بیایم با هم دوست باشیم. و یه جوری اینا رو آنچنان مظلوم کرد تا نفرتش رو بتونه تو جامعه پاک کنه، اینقدر بهشون قبلا حمله کرده بودن. و همه میدونن که بیش از 70% فیلم‌های سینمایی دست دولت و دست اصلاح طلباست، مدیا اصلا کلا اون طرفه، و اصولگراها شاید 10-15% در سینما قدرت دارن. دقیقا وزارت اطلاعات یه فیلمایی ساخته برای مجاهدین که اون نفرتی رو که خودشون در جامعه پخش کرده بودن کم رنگ ترش کنن که راه رو برای آمدن مجاهدین باز کنن. خیلی نکته مهمیه. حالا سرنخو بهت دادم، برو نگاه کن ببین از بدو به وجود آمدن آمد نیوز آیا به وزارت اطلاعات حمله کرده؟ میبینی اصلا حمله نکرده، یکی دو تا حمله مسخره کرده که بعدها سند داشته باشه، ولی به سپاه هزاران هزار بار حمله کرده. اسنادی رو که توسط باباش از وزارت اطلاعات میگیره هی زرت و زرت راجب سپاه و مشتبه خامنه ای فاش میکنه.
یعنی وزارت اطلاعات داره به این اطلاعات میده و خوراک میده علیه سپاه. باباش کجا کار میکرده؟ باباش توی وزارت ارشاد کار میکرده، همونجایی که فیلم ها دستشونه، اون فیلم هایی که برای مجاهدین ساخته شده. یعنی توی تیم دولت روحانی و کجا؟ و نگرش گروهی از اصلاح طلب ها. و دقیقا زمانی که بین باباش و روحانی درگیری به وجود میاد، روحانی رو دیگه اخ میدونه، آمد نیوز بهش میگه روباه بنفش. بعد میریم تو اخبارا نگاه میکنیم، خودش هم بیان کرده، میگه خانواده منو گرفتن. یعنی سپاه وقتی خانواده اینو میگیره، عرضم حضور شما که روحانی کمکش نمیکنه زیاد. و از اون روز دیگه آمد نیوز میگه روحانی بنفش و رنگهای جدید بهش میزنه. همه اینها فرموله، کلن دعوا بین سپاه و وزارت اطلاعات عزیزم و مهرهای این دو گروه در کشور و به تبع خارج از کشور. قبلن خامنه‌ای و هاشمی که مغز متفکر این گروه ها بودن، این تعادل بین این دو گروه رو حفظ کرده بودن، اما با مرگ خامنه‌ای و قتل هاشمی این تعادل به هم ریخته و هی لنگر میندازه و هی لنگر میندازه. به همین خاطر مملکت بی صاحب شده به یک نوعی و میبینیم که ملوک الطوایفی شده. یا آمد میوز میگه بای در خراسان دارن خطه رو بر میدارن. قبلا چرا خامنه‌ای هاشمی بود کسی نمیتونه خطه‌ای برداره؟ این همه این دعواها برای اینه که اون بالا هیچکی نیست و اینا با هم درگیرن و دارن تقسیمات کشوری انجام میدن برای خودشون. اما بالعکس نگاه کن، تمام سلطنت طلبها به کروبی و میرحسین و روحانی حمله میکنن. البته باید یادتون باشه که روحانی 70% اصولگراه، یعنی با سپاه، 30% اصلاح طلبه. وقتی خامنه ای مرد و هاشمی توسط سپاهیا و بعضی ها این فیلم قتل در قطار سریور سیر کشته شد، به عبارتی اصلاح طلبا اصلا نیروی نداشتن اون وسط برای اینکه عرض اندام کنن، دست به دامن روحانی شدن. روحانی که میشد گفت مثلا 30% اصلاح طلبه و میبینیم که رسانه هاشونو گذاشتن پشت روحانی تا شاید یه فرج این وسط توسط روحانی بشه. و این روحانی هم این وسط واقعا گیر کرده، یعنی هر زمانی که به سمت اصلاح طلبا حرکت میکنه، اصولگراها و روزنامه‌ها و تندروها حمله میکنن که عزلت میکنیم، میکشیمت پایین، حالا بهت میگیم. هر وقت که به سمت اصولگراها مایل میشه، اینا میگن روباه بنف، به ما حال نمیدی، چرا این ور نیستی؟ یعنی اونم وسط گیر کرده. یه روز تلگرامو میبندن، یه روز تلگرامو باز میکنن. و اگر تلگرام بسته بشه، در از سپاه تلگرامو بسته. چرا؟ چون وزارت اطلاعات دوست داره مجاهدین تو تلگرام باشن، اصلا تلاش میکنه که بگه که آی حقوقا قد شد، آی مردم بیکار شدن. میبینی که اصولگراها هی میگن که کدوم مردم بیکار شدن، اصلا کاری وجود نداره انقدر شما تلگرام میکنین. دعوا سر اینه، یعنی وزارت اطلاعات ای تلگرام بسته شه، آمد نیوز میره رو هوا، عرضم حضور شما که مجاهدین خلق کلا میرن رو هوا و خیلی چیزای دیگه. حسن هیچ کدوم از اینا دوست ندارن سر به تن ریستارتیا باشه این وسط، و چون تلگرام شانسی این وسطه و نمیتونن ببندن و درگیرن، ما روش کردیم. یعنی بین درگیری در از وزارت اطلاعات و سپاه، ریستارتیا ناخودآگاه کانالشون روش کرد. ولی کلا یادت باشه که بدونی سپاه میخواد تلگرام رو ببنده، وزارت اطلاعات به خاطر مجاهدین نمیخواد ببنده. چرا؟ چون سپاهی‌ها هم رسانه‌های گنده دارن، هم پول و اینا دارن، به راحتی بدون تلگرام هم می‌بینیم که در رسانه‌هایی مثل حتی فاکس، مثل CNN و رسانه‌های بزرگ از رضا پهلوی دفاع می‌کنن. بعد اینقدر قوی هستن که 500 دفعه بزن کنار خیابون فریاد بزنن روحت شاد از اینا که بتونن بعداً تو رسانه‌های خارجی پروموت کنن. اینا هم پول دارن، هم رسانه‌های خارجی و لابی‌های خیلی قوی دارن. به همین خاطر تلگرام بسته شه هیچ ضرری سپاه نمی‌کنه.
ولی وزارت اطلاعات شدیداً ضرر میکنه. پس هر کس که به لابی های سپاه مثل تریتا پارسی حمله میکنه 90% احتمالاً مجاهد خلقه، زیرا که لابی تریتا پارسی مال سپاهه، مجاهدین لابی هایی دارن که مال وزارت اطلاعاته. اینا هم دعواهای خیلی جالبه که حالا در برنامه بعد کمپلت باز میکنم. فقط یه اشاره کوچولو میکنم که متوجه شید روسیه هم با تلگرام مشکل داره. روسیه یعنی سپاه، کاملا معلومه. این خودش نشونه است خیلی ساده است. یعنی هر کسی که با روس هاست و سپاه و این سیستم اصولگرا هستن کلا اصلا با تلگرام مشکل پیدا کردند. خلاصه خوب که نگاه کنی فکر نکن یه چیزی اتفاقی اومده و الان یهو پسر زم اومده بیرون و حالا اومده آمد نیوز، بعد یهو همینطوری ممبرا و نامبراش میره بالا. نه، این پروژه 7-8 ساله است، کاملا چیده شده. تنها مشکل این دو گروه به وجود آمدن برنامه به نام ریستارتی که اصلا باورشون نمیشده بیاد، یک استخون بسیار بزرگ که غیر قابل هضمه و تو گلوی جفت گروه ها، یعنی هم مجاهدین خلق و هم سلطنت طلب ها، از اون طرف هم سپاه پاسداران و هم وزارت اطلاعات گیر کرده. یعنی یک راه نجات جدیدی اومده، یک اپوزیسیون عملگرای جدیدی اومده که نمیدونن چی کار باش بکنن، چجوری باش برخورد کنن. وگرنه اینا 7-8 ساله که این پروژه رو داشتن و داره دونه دونش انجام میشه. و جالبه که بدونید در بین همین اصلاح طلب ها خیلی ها ریزش کردن و ریستارتی شدن. در 1200 تا فرمانده های سپاه رده های بالا کمتر ریستارتی هن، اما تو رده های دوم سپاه که حقوق بخور نمیر میگیرن، رفتن جنگ، زحمت کشیدن، میبینن یه عده اون بالا دارن میدوزن، خیلی ریزش شده و خیلی ها ریستارتی شدن. اصلا به طور کلی اینو فراموش نکنید که وسط مجاهدین خلق، وسط رضا پهلوی ما ریستارتی داریم. الان نمیخوام همه رو باز کنم، بدونید شما ریستارتی هایی داریم که تمام اطلاعات ما میدن. بگذاریم، داشتیم اینو میگفتیم که اینا یک پروژه‌ای داشتن که کمکان داره انجام میشه. به طور مثال سپاه شدیداً به همراه بسیج به ترامپ حمله میکنه، اما اصلاح طلب ها زیاد با ترامپ بد نیستن، نه اینکه خوبن. میبینیم که آمد نیوز هم از ترامپ تبلیغ میکنه، اما وقتی که به اسرائیل میرسن اصلاح طلب ها هم به اسرائیل فوش میدن. اصلاح طلب ها همیشه میگفتن که کیهان درسته که داره به اسرائیل فوش میده، اما دستش تو دست اسرائیله. یعنی کیهان فوش میده که به اسرائیل کمک کنه، مثلا سلاح‌ها فروش بره یا خیلی اتفاقات دیگه. یعنی یک موضوع بسیار ساده، ولی سپاهی ها زیاد انگاری با اسرائیل بد نیستن. حتی آمد نیوز و گروهی از اصلاح طلب ها همیشه میگن کیهان مال اسرائیله، کیهان مال اسرائیله، این اصولگرا مال اسرائیله. و این دعوای اسرائیل هم نکته بسیار عمیقیه که یک برنامه راجع به اسرائیل باید حرف بزنیم تا تو بدونی چه گره‌هایی وجود داره و کجاها و کیا در چه سوراخ‌هایی دارن میخورن و دزدی میکنن. یه اشاره کوچولو میکنم برای اون سیاستمدارایی که این گره هنوز براشون باز نشده، اونها این موضوع رو متوجه شدن. به عنوان مثال اگر دقت کنید تا یک ماه پیش سیستم سپاه رو و مکانهای هسته‌ای ایران رو مجاهدین خلق که ما رو وزارت اطلاعات بودن لو میدادن. خیلی نکته مهمیه. این بار برای اولین بار نتانیاهو اومد راجبش حرف زد، یعنی مجاهدین دیگه نیومدن اینو لو بدن. یعنی چی؟ انگار بازی به نوعی عوض شده. گفتم خیلی مطالب هست، نمیخوام باز شه، اصلا وقت برنامه واقعا نمیگنجه که بخوام راجبش حرف بزنیم همش، فقط گفتم اشاره کنم که بدونید. خب سوال شما ممکنه این باشه که پس چرا آمد نیوز از رضا پهلوی تعریف کرد؟
ببینید مجاهدین خلق همانند ما هر دو اطلاع داشتیم که داره کودتا اتفاق میفته، یعنی کودتای سپاه پاسداران و عرضم حضور شما که رضای پهلوی رو در جریان قرار گرفته بودیم جفتمون، ولی اونها برای خودشون مسیرشون رو میرفتن، ما هم مسیر خودمون رو حرکت میکنیم. ما چند ماه زودتر از اونها و باهوشتر از اونها حمله به رضا پهلوی رو کرده بودیم، چون میدونستیم کودتا اتفاق میفته. در کیهان لندن که با بیژن فرهودی عزیزمون مصاحبه کردم، بعضی از آدما توی کیهان لندن نگرش سلطنت طلبی داشتن، بعضیاشون اینا نمیتونستن رسما میگم رضا پهلوی، ولی بازی رو شروع کردن باز کردن تا مردم یواشاش بفهمن که آقا قراره یک کرواتی بیاد جای خامنه ای و ارزم حضور شما که پادشاهی پارلمانی تولید بشه. خب مجاهدین برای این که میدونستن قوی ترین نیروی مجازی دست ماست، اومدن این مهره با مزه خودشون یعنی آمد نیوز رو بهش گفتن که تو بیا شروع کن یهو یه شبه برگرده و رضا پهلوی تبریک کن. وقتی این کارو بکنی حسینی عصبی میشه و وقتی عصبی شد حمله میکنه به رضا پهلوی و این کودتا رو بیایم با این کلک کاری کنیم که ریستارتی ها هم وارد این جریانشن و این کودتا بخوابه. خب موقعی که اینا به ما حمله کردن، من دقیقا میدونستم که مال مجاهدینن و دقیقا میدونستم دارن چی کار میکنن، ولی یکی از کارهایی که کردم اینی که من گذاشتم که احمق ها فکر کنن ما واقعا احمقیم. اصلا احمق دقیقا کسانی هستن که نمیدونن احمقن، این خیلی بده، ولی ما میدونستیم اونا احمقن. به همین خاطر چون نیتمون این بود که این کودتا مهمتر از حمله به مجاهدین بود تر اون لحظه، یعنی من تو اون لحظه احساس کردم که الان بیام بگم که آقا آمد نیوز داره حمله میکنه، تعریف میکنه از رضا پهلوی در اصل مال مجاهدینه، خب کار خوبی نبود دیگه. به خاطر اینکه هدف اصلی ما این بود که سپاه و رضا پهلوی نتونن این کودتا رو انجام بدن، پس مجاهدین حمله کردن به این موضوع توسط لابیاشون، نیروهاشون و چیزایی که لو دادن. آمد نیوز هم مأمور این کردن که با دفاع، یعنی چرخش 180 درجه‌ای و 360 درجه‌ای سر جای خودش، یعنی بازگشت به سر جای خودش اما به سمت خلاف عقربه‌های ساعت، بتونه کاری رو انجام بده که ریستارت رو وارد این میدون بکنه که ما به رضا پهلوی حمله کنیم. ما هم یه جوری به اینا فهموندیم که آره ما احمقیم و نمیدونیم شامل مجاهدین خلقیم، و ما هم گفتیم خب عجب خریان، هدف دو تا اپوزیسیون نابودی رضا پهلوی و نگرفتن کودتای سپاه بود، چون اونا جنازه رو آماده کردن، جنازه مومیایی داشتن، بعد 15 تا فیلم توی ورزشگاه و اینا گرفته بودن، همه‌شو میگفتن رضا شاه روحت شاد و اینا فریاد می‌زدن، همه رو آماده کردن که اگر مردم 5000 تا اومدن بیرون کودتا انجام شد. و ما هم این بار این کار رو انجام دادیم و شروع کردیم حمله کردن. و یادتون باشه من بیشتر به رضا پهلوی حمله کردم تا به آمد نیوز. دلیلش همین بود که منتظر بودم که زمانی برسه که این راز رو فاش کنه. به هر حال ما هم سوار این موج تولید شده توسط مجاهدین به وسیله آمد نیوز رو موجشون سوار شدیم، بار ما رو اینا بردم تا اون هدفی که داشتیم و ما بار رو پیاده کردیم، کاراشو انجام دادیم. و بعدش هم به حال اصل موضوع اینه که یکی از این دو دشمن رو باید میزدیم که زدیم. و فقط یادتون باشه که آمد نیوز با این دفاع ظاهری که از رضا پهلوی کرد، بعد از اینکه هیچکی نرفت و یکی دو ساعت قبلش شروع کرد فیلمایی گذاشتن که فقط نیروی انتظامی اونجاست، و اگه یادتون باشه یه دونه عکس هم گذاشت که یه صندلی خالی بود، یعنی می‌خواست بفهمونه تو این عکس که همه نیروی انتظامی صندلی خالی، حتی یه نفرم اونجا نیومده، یعنی به نوعی هم سلطنت طلبا رو تخریب کرد. دقت کنید خیلی نکته عمیقه، یعنی یک دفاع ظاهری مسخره کرد، فکر کرد مثلا ما رو گول میزنه، ما حمله میکنیم، نمیدونست ما اصلا کلا خودمون حمله میکنیم و ما خودمون عاشق این موجهای اینجوری هستیم. و بعدش هم خودش شروع کرد رضا پهلوی اینا رو تخریب کردن. این خیلی نکته مهمی بود. و اما دلیل اون نظرسنجی، در اصل مجاهدین داشتن به دو طرف حمله میکردن، یعنی خیلی باهوش اومده بودن این کار رو انجام داده بودن. خب بیشتر یارای
آمد نیوز فیکن مال هند و چین و اینا هستن، میبینید که حتی تو فیلترین 200,000 تا بهش اضافه شده و واقعا هندی و چینی ها خیلی خنگن که موضوع رو، حالا یا قراردادشون یه طوری بوده که گفته بودن ما این کار رو میکنیم شما اضافه کنید، حالا دو سه روز جلو عقب شده. تو اون نظرسنجی مجاهدین زهرشون رو به ما هم ریختن، یعنی اومدن چیکار کردن؟ اومدن رضا پهلوی رو در نظرسنجی گذاشتن، کامپیوتراشون هم تو سیستمش وصل کردن و با این کار اپوزیسیون ریستارت رو تخریب کنن، یعنی به دو طرف زدن در اصل. این خیلی نکته مهمیه، شما رو ارجاع میدن به نظرسنجی چند ماه قبل آمد نیوز که ما سندش هم داریم. در اون نظرسنجی از مردم ایران سوال کرده بود که تنها راه نجات برای تغییر رژیم چیه؟ یک، ریستارت. دو، بقیه اپوزیسیون ها. تو اونجا ما 43% رأی آورده بودیم و 57% کل اپوزیسیون ها رأی آوردن. نکته‌ای که قابل توجه است در هر دو نظرسنجی اینه که اصلا ریستارتی ها تو هر دو نظرسنجی شرکت نکردن. شما نگاه کن، مثلا 4,000 تا زیر حسینی لایک زدن، ما 500,000 تا در 2 ساعت زیر بی بی سی کامنت گذاشتیم، یعنی فقط حداقل باید توی مثلا 4 ساعت 1,600,000-700,000 نفر به من رأی میدادن. یعنی اگه فراخوان من بود، همونطور که فراخوان دادم زیر صفحه ترامپ، فراخوان دادم زیر صفحه نتانیاهو، فراخوان دادم زیر صفحه بی بی سی، تو 2 ساعت 500,000 تا کامنت، اگر ما اعلام فراخوان میدادیم توی ریاستی حدود مثلا فکر کنم تو 5-6 ساعت 1,600,000-700,000 نفر از داخل کشور به ما رأی میدادن. پس در هر دو نظرسنجی ما شرکت نکرده بودیم، ولی در نظرسنجی دوم که رضا پهلوی رو گذاشته بودن، رضا پهلوی عین چی رأی بیاورد، بعد رأی ها بالا پایین میشد، یعنی کل رأی ها میگفتیم مثلا 60,000 نفر رأی دادن کلن، بعد 72,000 تا رضا پهلوی داشت، یعنی بیشتر از تعداد کل رأی ها. یعنی آمد نیوز ده، یعنی دست احمدی نژاد در پشت بسته بود. اون خودش میگفت 63% کو و اینا. اسنادش هم ما توی پستو نیوز گذاشتیم که واقعا مورد تمسخر قرار گرفت و اپوزیسیونای سیاسی خارج از کشور قشقش میخند. همین الانم آمد نیوز نظرسنجی جوکه، یعنی واقعا حکی که میشنوه قشقش میخند. به هر حال یادتون باشه اصلا در اندازه اپوزیسیون ریستارت نیست که راجع به آمد نیوز و اینو اون حرف بزنیم. یادتون باشه یک بار ما وقتی که به من و تو حمله کردیم، یه تیم رو به همراه من و تو دادیم رو هوا. وقتی به جم حمله کردیم، شبکه جم رو با یه تیم دادیم رو هوا، که بعدها فهمیدید که ای بابا نکنه اون شریکش مجاهده، نکنه فلان، خیلی چیزهای دیگه باز شد. علت حمله ما به آمد نیوزم اصلا شخص آمد نیوز و آدم ها نیست، اینقدر برای اون مهم نیست. مهم اینه که یه تیم رو داریم میدیم رو هوا، یعنی آمد نیوز رو کردیم تو مجاهدانی که وجود داشتن، کل تیمشون رو با میلیاردها دلار پول داریم میدیم رو هوا. اینا گفتم که بچه های ریستارت بدونن. وارد حاشیه به این چهار تا بچه جغله و حسن و ششون اینو گفت و قرش خروش اونو گفت و اینا نشید. ما اندازمون این نیست. ما باید با دولت ها درگیر باشیم در جهان، نه با چهار تا رسانه و چهار تا جغله بچه. اینا فقط گفتم که بدونید. و خیلی چیزهای دیگه اصلا وقت شما رو نگیرم، وقت خودم نگیرم، برای خودتون متوجه شد. بگذاریم. بعد از این که از این قطار سری و سری ریستارت ما تونستیم رضا پهلوی رو پیاده کنیم، یه گزینه دیگه بیشتر رو میزمون نبود، اون مجاهدین خلق هم. اصلا دو تا حرکت بیشتر تا امپراتوری کوروش نمونده. حرکت یکی مونده به آخر، یعنی برداشتن مجاهدین خلق از رومیز ترامپه. حرکت دوم گذاره به در اصل امپراتوری کوروشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که چه حمله نظامی بشه یا به هر دلیلی رژیم عوض شد، ریستارتی ها باید با قدرت کاری کنیم که بتونیم کشور رو حفظش کنیم، سال 57 تکرار نشه که یه
جغل بچه ای از یه جایی بیاد و حکومت مثلا توسط وزارت اطلاعات جای دیگه ای بگیره و بعد مملکت رو ببره به یک مسیر دیگه. این که دوتا کار سخت ما، یکی برداشتن مجاهدین خلقی که بسیار لابی دارن و سازمانن و پول دارن، و دوم اینه که ما زمانی که کشور رو بهمون تحویل دادن برای اینکه امپراتوری کروش رو توش مستقر کنیم، اونجا باید بسیار دقت کنید و همه زیر مجموعه تفکری لیدرتون حرکت کنید تا این نتیجه قطعا به سرانجام برسه و سال 57 تکرار نشه اون بمب‌گذاری ها و اینا. فقط یک کد کوچولو به ریستارتیا بدم که ما فقط به ترامپ تراست داریم، یه مقداری به پامپئو تراست داریم و تا حدودی هم به اسرائیلیا. ما گول هیچ کس دیگر رو نباید بخوریم و به هیچ کس دیگری نباید تراست داشته باشیم. یادتون باشه ترامپ نه جمهوری خواهه نه دموکرات. و یادتونم باشه که هم سلطنت طلبا و هم مجاهدین خلق دو سه تا لابی از دموکرات ها و جمهوری خواه ها دارن که دارن فشار میارن روی میزه بمونن و بتونن در از مخ ترامپ رو بزنن. کمتر از سلطنت طلبا که دو تا شاید مثلا داشته باشن که الان رو هوا هن، ولی مجاهدین مثلا 3-4 نفر دارن که تا الان خودشون رو نگه داشتن. و از این بیشتر فراموش نکنید که ترامپ هنوز با هیچ کدومشون جلسه نذاشته، یعنی یک ساله که این کارو نکرده. اینا رو فقط گفتم که حواستون باشه. و یادتونم باشه که اگر در هر حرکتی جنگی ما نباشیم، کشتار شروع خواهد شد. اینو سربسته گفتم دیگه که بدونید. پس تنها کسی که به ما خیانت نخواهد کرد فقط ترامپ، مگر اینکه مردم ایران حرفای ماری استارتیا رو گوش نکنن. اون وقت هر اتفاقی که بیفته در آینده کشور خودشون اول چوب میخورن و دودش به چشمشون میره و با همون چشمان پر دود و زجر منتظر آمدن ما خواهند ماند. نگفتم که بدونید. اسنادی هم که در پستو نیوز به زودی، یعنی بعد از این برنامه گذاشته خواهد شد. ببینید شعار خیلی ساده است، حالا توی برنامه ها، توی این دوتا برنامه های بعدی من میخوام قشنگ باز کنم که شما به سادگی بفهمید چه کسانی سلطنت طلبن چه کسانی مجاهدن. شما دوست دشمن بیشتر ندارید پلاس جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی اولین دشمنتونه، دومیش مجاهدین و رضا پهلوی هن. چون این دوتا هر دو در داخل نظام ایران قدرت دارن و لابی دارن. 40-50 ساله که از کجا میارن میخورن پس، یعنی مجاهدین توسط وزارت اطلاعات کشورهای دیگه و اینا دارن در ارتزاق پیدا میکنن و لابی دارن در تمام جهان، و رضا پهلوی هم توسط سپاه پاسداران تا الان مونده ای که دلایل مرگ علی رضا پهلوی همین بوده است که علی رضا پهلوی چپ و راست مشکل داشت از این که چرا برادرش با سپاه ارتباط برقرار میکنه، و نگاه علیرضا پهلوی این بود که رژیم کلن باید عوض بشه و اینجوری شما آبروی خانواده پهلوی رو میبری. البته این حرفا رو همه لس آنجلس و تمام تلویزیون های سلطنت طلبا زدن دیگه، مجری هاشون اینا همه رو زدن، احتمالا شما همه تون شنیدید. پس رو صفحه شما رضا پهلوی با سپاه و مجاهدین خلق با وزارت اطلاعات. شعار اصلی مجاهدین خلق یکیش اینه، مرگ بر خامنه‌ای. هر کسی که گفت مرگ بر خامنه‌ای، یا رو دیوارش نوشتن مرگ بر خامنه‌ای و این رو تبلیغ کرده، مال مجاهدین خلق. یکی از کدهای بسیار ساده است. مجاهدین خلق 4-5 شعار توی صفحات مجازی داشتن، یکی براندازم، من براندازم، حتی احتسابات سراسری هم اینا استفاده میکردن و خیلی هم سوال است. عکساش هم هست، من میذارم تو صفحه که ببینید. برای اینکه اینا رو میخوام یاد بدم به بچه‌های ریستارت، مردم عزیز ایرانی عزیزی که تازه این دارین برنامه رو گوش میکنید، شما برگردید شب بخیر ایران ها رو گوش کنید و ریستارت ها رو، تا ببین اصلا کجای داستان قرار گرفتید و چرا تنها راه نجات ریستارت. ما برای میلیون ها ریستارتی دارم توضیح میدم که اینا اصلا بازی رو یاد بگیرن، ببینن چه خبر هست و خیلی هاشون هم ممکنه بدونن.
چرا مجاهدین خلق این کارو میکنن؟ ببین مجاهدین چی دارن، ما چی داریم، رضا پهلوی چی داره. مجاهدین محبوبیت دارن، بعد اینو کسب کنن. چجوری باید کسب کنن؟ توسط آمد نیوز. آمد نیوز چیکار میکنه برای مجاهدین خلق؟ تا الان چیکار کرده تو این چند ماه؟ یک، اینکه شعارهای مجاهدین خلق رو که شما ایرانی ها اصلا خبر نداشتین، رسانه همه سکوت کردن، همه دارن از مجاهدین مینویسن و هیچ کس نمیگه که مجاهدین رو میز ترامپ بند. اولین بار مالو دادیم. چرا نمیخواستن این کار انجام بدن؟ برای اینکه یکی اینکه میترسن ازشون واقعا، دوم اینکه مجاهدین خلق قدرت دارن، قوی ان، سوم اینکه شما اگر بفهمید مجاهد خلق پشت داستانه و قرار رژیم بره مجاهد خلق بیار، خب اصلا همه چیزی تو میریده به هم. اینا نمیخوان همچه اتفاقی بیفته. ولیش تمام رسانه ها از مجاهدین خلق حرف زدن، که باز هم من در شبکه خبری پستو نیوز خواهش میکنم که بذارن اینا رو که ببینه اسنادشون. مجاهدین خلق محبوبیت نداشتن، به همین خاطر اومدن این کارو با کانال آمد نیوز انجام دادن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن شعاراشونو خودشون میزدن، یعنی میگفتن که مثلا من براندازم. بعد دو سه تا چهار تا از خبرگزاری ها یا رسانه هایی که مردمی بودن، یکی دو تاش هم کانال های سکسی و کانال های مثلا جوک و کمدینا مال مجاهدینه، که حالا بعدا بعد توضیح بدم براتون. یعنی مجاهدین خلق اگه بخوام دقیق بگم، من اینایی که گفتم همه گنده هاشون بود، چیزی بوده مثلا 300 تا 400 تا تو صفحه مجازی صفحه دارن تو اینستاگرام و تو تلگرام و اینا که بالای 50,000 نفر توشن. اما خیلی ساده برای اینکه شما متوجه شید، برگردید آمد نیوز رو چک کنید، اگرم پاک کرده باشه بعد از این برنامه مطمئن باشید ما عکساشو داریم و میتونیم واسهتون بذاریم که نگاه کنید. اینا اومدن مثلا نوشتن که مرگ بر خامنه‌ای. مشکلشون با ما چی بود؟ مشکلشون بود که ما چالش‌هایی انجام داده بودیم که در سطح جهان مطرح شده بودیم و این چالش‌ها چالش‌های عملی بود. مجاهدین عملگرا نامیده می‌شدن تا قبل از حضور ریستارت. وقتی ریستارت اومد انقدر فاصله ما با مجاهدین زیاد شد که از مجاهدین فیک شدن تو عملگرایی. به همین خاطر آدم هم داخل ایران نداشتن که برن بنویسه روی دیوار مرگ بر خامنه‌ای یا شعارشون مثل درود بر مجاهد. تعدادشون که آدم داشتن شاید مثلا 1000 نفر هم نداشتن. خب یهو ریستارت اومد 500,000 تا شعار نویسی رو دیوار و فیلم ها و اینا ترکوند رفت. اینا دیدن نمیشه این کارو کرد و مجاهدین میدونستن که اگه بیان مستقیم بگن آهای ملت برین رو دیوار بنویسید مرگ بر خامنه ای، هیچ احمقی نمیری همچین کاری کنه. بگن ای ما برای مجاهدین بنویسید. چند تا دونه خود مجاهدا که اون تو بودن این کارو میکردن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو آمد نیوز بدون اینکه اسم مجاهدین خلقو بیاره به آمد نیوز گفتن آمد نیوز کار مجاهدین میکرد. یعنی مردم میگفتش که شعار نویسی شروع شد مرگ بر خامنه ای. این شعار رو مینوشتن، بعد به خاطر روابطی که داشتن به سایت کلمه، به سایت‌های دیگه، شبکه بیان، اینا همینطور پخش می‌کردن. بعد مردم گول می‌خوردن، یه عده هم که نمی‌دونستن می‌رفتن و رو دیوار می‌نوشتن واسه اینا می‌فرستادن که شاید مثلا 2000 تا دونه هم نیستا، مثال می‌خوام بزنم بجونید. یعنی فرامین مجاهدین خلق رو در اصل تمامش رو آمد نیوز انجام می‌داد. بعد که این اتفاق می‌افتاد، اینا داکیومنتری درست میکنن، اینو میذاشن رو میز ترامپ، که کمان که خیلی پرونده آمد نیوز بهشون کمک کرده. تمام اونایی که نوشتن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، هر جایی اسم خامنه ای مرگ بر دیکتاتور اومده مال مجاهدینه، شعارش اصلا مال مجاهدینه. یا مثلا رهبر حقیر، اینا همش شعارهای مجاهدین خلقه. یعنی شما فکر کن قبل از اینکه ایشون چرخش کنه به رضا پهلوی، دو ماه سه ماه قبلش تبلیغ مجاهدین شروع کرده بود. بعدن هی میگفت ببینید ما برای همه رو میزنیم، برای همه رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی که آماده باشین اگر مجاهدین رو زدین تبلیغاتشون رو. کمان که در برنامه با بیژن فرهودی رسما گفتن که ما درخواست میکنیم از خانم مریم رجبی که به داخل شبکه بیان تشریف بیارن. یعنی که همه این کارا رو چند ماه کرده بودن که آخریه رو بگن، یعنی تبلیغ مجاهدین خلق. خیلی اسناد ما داریم. شما برای اینکه بفهمید کیا مجاهدین هستن، برو مثلا برای اینایی که بگم کد بسیار عمیقه، میلیون دلار پولش من دارم اینا رو توضیح میدم، خطوط بسیار ریزه و هر کسی نمیتونه اینا رو بفهمه. شما برو سایت العربیا، العربیا مال مجاهدین خلقه.
یکی دو تا پیامم از رضا پهلوی میذاره که تو نفهمی مال مجاهدین خلقه، ولی تمام مطالب مجاهدین خلقه میذاره. سایت العربیام حرفای آمد نیوز پخش میکرده و تمام تظاهرات نهده رو گفت مجاهدین انجام دادن. یعنی توی زبان عربیش و انگلیسیش، نه فقط اینا، سایت های دیگه عربی هم هستن، میگفتن نهده به این بر همه کارا مجاهدینن. برای همین آمد نیوز فراخوان‌های ما رو نمیداد، از این ور میومد میگفت آقا چیز کنیم بریم تو خیابون، بریم تو خیابون، اسم ما رو نمیزد. برای چی نمیداد اسم ما رو؟ برای اینکه العربیا بتونه راحت اینو بچسبونه به مجاهدین خلق. یعنی باهوش عمل میکردن، حتی اگر حرفی از دشمنان خودشونم در کانالشون گذاشتن برای حمله به ما بوده. یعنی مثلا درست شب فراخوان ما بنی صدر پخش کردن که باهاشون دشمنه. یعنی بنی صدر رو به دو دلیل گذاشتن تو کانالشون، یک اینکه بگن ما همه رو میبینیم میزنیم، دو گذاشتن برای حمله به ما، نه اینکه یه خبری از بنی صدر گذاشته باشن که قبلش هم نذاشته بودن. حالا خیلی چیزای دیگه. کلن مدارکی که من دارم، حالا واسهتون میذاریم میفهمید، آمد نیوز کلن افکار مجاهدین رو انجام داد تا بتونه یه محبوبیت علکی تولید کنن و اینا رو زمینه میکرد به اون نفر مجاهدی که رفته رو دیوانشون مرگ بر خامنه ای. یعنی میومد به روی مشاورین ترامپ اینجوری توضیح میدن، میگن ببین آقا ما اعلام کردیم مرگ بر خامنه ای، درسته؟ میگه بله. میگه ما کی اعلام کردیم؟ سایت نوشته دیگه، خبر مرد. میگه شما مثلا دهم اردیبهشت اعلام کردی. میگه خب مردم کی نوشتن؟ مدارکی کی رو میذاش؟ مدارک آمد نیوز. میگه 17 هم. ببین به فرمان ماه دیگه. یعنی با این کلک الان آمد نیوز برای مجاهدین بالای 2-3 هزار صفحه داکیومنتی درست کرده. و اصلا حالا دیگه بذاریم کنار که تمام اطلاعات شما مردم دست مجاهدین خلق و وزارت اطلاعاته، یا گروه هایی رو به شما به زور تبلیغ کرده که شما رفتین عضوش شدین به خاطر مجاهدین خلق که بعدها استفاده کنه، یا وی پی ان هایی داده که بتونی یک کارایون پشت بکنه، و خیلی چیزهای دیگه مثل فیلتر چکن های بسیار جذاب. یعنی هر آن چیزی رو که آمد نیوز به شما معرفی کرده دو تا سر داری، یه سر تو مجاهدی، یه سر تو وزارت اطلاعات، و اینو باید تو میدونستی. و چون من برنامه‌ای قبلا رفته بودم در شب بخیر ایران که حزب شیمبلو بلو و حخا و اینا رو همه رو لو داده بودم، قطعا تو باید باهوش بودی و میفهمیدی که چرا آخه آمد نیوز میاد و سعید شمرانی رو تبلیغ میکنه. به خاطر اینکه سعید شمرانی مال وزارت اطلاعات، مال خودشونه، مال خودشونه عزیزم، و میبینی که 30 بار ازش تبلیغ کرده. یعنی ما سعید شمرانی دادیم رو هوا، نابود کردیم، همه میدونن که دستش به خون آلوده است و قراره در آینده بگیریمش، رسما اعلام کردیم، ولی آمد نیوز چپ و راست مینویسه سعید جون اینو گفت، سعید با هم اینطوری بودیم، سعید جون شمرانی گفت من اینجوری کنم، و 20 سال گذشته ازش. حتی شبکه بیان هم باش مصاحبه کرده و حتی به بعضی شبکه‌های دیگه هم اینا پیشنهاد دادن که آقا اینو ببر. یعنی هر جایی سعید شمرانیه مطمئن باشید که دو سر دوباره هست. دو سر طلا که نیست، دو سر چیه معلومه. یعنی یه طرف مجاهدین حتما هستن، یه طرف هم حتما وزارت اطلاعات هست. برنامه بعد راز بزرگ دراویش گنابادی برای شما باز میشه که بدونید که هر آن کسی که الان در زندانها داره شکنجه میشه مسببش آمد نیوزه و رازهای بسیار عمیق. داستان عرفان حلقه یا رو باز خواهیم کرد که بدونید که چه اتفاقی افتاده و چرا با وحدت وجودی ها داره این کار رو میکنه. اسرار بسیار مهمه مجاهدین خلق و رفتارشان در 60 سال گذشته رو برای شما در برنامه بعد کاملا باز خواهیم کرد. راز بزرگ MI6 و سخنان بسیار مهمتر بهنود از شبکه BBC را موشکافانه باز میکنیم تا بدونید چرا آمد نیوز به بهنود حمله کرده.
نه همه رو بچین به هم. مجاهد رو بچسبون آمد نیوز رو بزن وزارت اطلاعات، برو به سعید چمرانی، میبینی ای اینا یه دایره پشت سر همن. حالا پس چرا سعید چمرانی اوائل عکس ما رو میذاشت بغل رضا پهلوی؟ میخواست از نیروهای رضا پهلوی و ریستارت استفاده کنه برای خودش که ببره این نیروها رو به سمت مجاهدین خلق. از ما اینا رو میدونستیم و مسخرهشو میکنیم، چون ما اول دشمنمون رضا پهلوی بود، اونو باید میفرستدیم رو هوا تا بعدن سر فرصت یک بمب خوشگل ریستارتی بذارم زیر مجاهدین خلق که هرچی خرافه و افکار بامزه تو این 60-70 سال داشتن با خرد و اندیشه ریستارت بره رو هوا. آره شب درازه، این درازه رو باید خوب بفهمن، شب درازه رو خوب نفهمن. و حال دو سه تا رسانه دیگه هستن. در برنامه بعدی من اسامی آدم‌ها و رسانه‌ای که آره مجاهدین و برای رضا پهلوی هم رسما اعلام می‌کنم که دیگه چون سه تا برنامه آخره دیگه هم زیاد مهم نیست، چون احتمال داره تلگرام بسته شه، هزار اتفاق ممکنه بیفته، بهترین کار اینه که ما اینا رو بدیم بیرون که شما در جریانش قرار بگیرید. پس علت حمله رسانه‌هایی که به سپاه حمله میکنن دلیل برای نیست که با جمهوری اسلامی بدن، نه با وزارت اطلاعات ممکنه بشن مثل آمد نیوز. کل مطلب رو توی این برنامه برای شما توضیح دادیم که بدونید. هموطن، هر چیز رو لایک نزن، وارد صفحاتی که نمیشناسی نشو، لینک هایی که نمیدونی رو شیر نکن. بزرگترین خیانت رو بعضی از شما ایرانیان داریم به آینده ایران میکنین. شما دقیقا تلاش کردین تا مجاهدین خلق 40% رو میز ترامپ از ما قوی ترن. اینا خیلی رازهای مهمیه که شما بدونید که چرا با حضور ترامپ کل کشورهای جهان پلاس رضا پهلوی پلاس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همه به ترامپ حمله کردن. اینا رو باید بدونی تو. دقیقا شما نگاه کنید به ترامپ، یک موجود هوشمند جدید شومن خاصی بوده، سیاست دنیا رو کمپلت ریخته به هم. جز ترامپ هر کسی رئیس جمهور آمریکا میشه، شما اصلا نمیتونستی باور کنی که فرانسه و آلمان و همه این کشورها پشت جمهوری اسلامی هستند. کاری کرد که چپ همه رو شد. و دقیقاً هم ریستارت یک موجود هوشمند و عجیبی بوده که سیاست‌های داخل ایران ریخته به هم. یعنی فرمولی برای مبارزه با ریستارت ندارن و چون یک اتفاق جدید و عجیب بوده نمیشه زیاد بهش مبارزه کرد. و چپ تمام گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها رو برای شما رو کرده. به هر حال شما باید افکار، شعارها و نوع تفکر مجاهدین خلق رو بدونین تا بتونین درست مبارزه کنید. در اصل شما ایرانیان کلن فکر میکنین مجاهدین اصلا این وسط نیستن، برای همین اصلا پیگیری نمیکنین. من میخوام این مدارک رو بیارم رو دوباره. کار توی ریستارتی باید این باشه، بسیار باید دقت کنید. یک، از امروز حمله ما به مجاهدین خلق است برای اینکه از روی میز ترامپ برش داریم، هر از گاهی برمیگیریم یه چکی هم به رضا پهلوی میزنیم که نتونه روش کنه. پس 100% اگر میخواین تقسیم کنین 90 از هفته به مجاهدین حمله خواهیم کرد، 10% دو سه تا چک تو گوشه رضا پهلوی میزنیم. این دوتا گروه فراموش نکن جفتشون نباید رشد کنند. دو، به شدت تبلیغ برنامه های شب بخیر ایران و ریستارت رو انجام میدید در گروه ها و منطقی باشون درگیر میشید تا بتونیم این دومینو تبلیغاتی رو حرکت بدیم و امپراتوری کوروش رو برای مردم تعریف، توضیح و توصیف کنیم. هموطن، در آینده امپراتوری کوروش حکومت دانایان است. آینده دانایان حکومت خواهند کرد. آینده از آن ریستارتی هاست. آینده از آن تو هموطن است. ما تا آخرین قطره خونمون تلاش خواهیم کرد تا توی ایرانی به حکومت برسیم.
این بار توسط دانایان موجود در خودت. دشمن ریستارت دشمن توست. بدرود هموطن. همدم و همراه منی، ریشه ظلم و ستم و وقتش از جا بکنی، وقتش دیر که من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافی هرچی ما رو بود فرقه بودیم به ناکجا. واجه الله و دیگه وقتش با دیدش را نوبت وقتن چه بشه هرچی بخوای و میشه زاریش میره میتونه دیگه سب کنه این را خوده ها دنیا رو آباد میکنیم ما وحدت وجودی ها ای ساتی من همدم و همراه منی ریشه ظلم و ستم و وقتش از جان بکنی موسیقی